آکوردای باردار سخت نیست، فقط گرفتنشون میطلبه که یه سری از نکات خیلی مهم رو رعایت کنیم تا بتونیم به راحتی این آکوردا رو بگیریم و تو این ویدیو میخوایم 10 تا از مهمترین و اساسی ترین نکته های گرفتن آکورد باردار رو یاد بگیریم. در ادامه ویدیو با هم همراه باشید. سلام، من محمد رضام و اینجا کانال آرپژه و تو این کانال داریم با هم گیتار یاد میگیریم و این قسمت 8 آموزش مقدماتی گیتاره و به مباحث مربوط به موسیقی هم میپردازیم. اگه از محتوای آموزشیم خوشتون میاد حتما توی کانال سابسکرایب کنید و نظراتتون رو بنویسید. بریم سراغ آموزش این قسمت، آکوردای باردار. حتی اسمش برای بعضیا که تازه گیتار رو شروع کردن سخت و ترسناکه، چرا که این آکوردا یه خورده گرفتنشون نسبت به آکوردای دیگه سخت‌تره و یه طورایی اون پله اول و پله محکمیه که نوازنده های گیتار شروع میکنن به برداشتنش و خیلی هم نمیتونن و سازو میذارن کنار به خاطرش. یکی از مهمترین دلایل این که گیتار رو میذارن کنار نوازنده ها شاید رسیدن به همین مقطع آکوردهای بارداره، چرا که گرفتنشون شما رو مجبور میکنه با انگشت شماره یکتون هر 6 تا سیم رو روی فرت نگه داری. شما که تازه شروع کردیم به یاد گرفتن گیتار احتمالاً با خودتون میگین وای چطوری با این انگوش قراره این 6 تا سیمو بگیرم. واقعا کار سختی نیست. چرا؟ چون خیلی از آکوردها یا تکنیکای ساز گیتار خیلی سخت‌تر از گرفتن آکوردهای باره داره. حالا چرا خیلی از نوازنده‌های گیتار به خاطرش گیتار رو میذارن کنار؟ دلیلش اینه که یه سری از نکات اساسی گرفتن این آکوردا رو بلد نیستن که منم میخوام همین نکات اساسی رو بهتون بگم. بریم سراغ اولیش. نکته اول، شما قبل از اینکه بخواین یاد بگیرین آکورد باردار رو چطوری نگه می‌دارن، باید شیپ ها و ساختارهای مختلف آکوردهای سر دسته گیتار رو بلد باشین که چند نمونهشو توی قسمت‌های قبل گفتم، میتونین مراجعه بکنین و تماشا کنین اون قسمتو. یه مثال براتون بزنم که چرا میگم باید اول ساختارهای آکوردهای سر دسته گیتار رو اول بلد باشین. ببینید، مثلا آکورد ر مینور باردار روی باره 5 شیپ انگشتای 2، 3 و 4 هم دقیقاً شیپ آکورد لامینوره. اگه من همینو با همین ساختار سرش بدم بیام اینجا، دقیقاً همون آکورد لامینوره. فقط چون ما میخوایم باره 5 بگیریم با انگشت 1، میایم از انگشتای 2، 3 و 4 استفاده میکنیم برای گرفتن سیم ها. شیپش دقیقاً همون آکورد لامینوره، فقط اینجا ما میایم هر 6 سیمو با انگشت 1 نگه میداریم. یا مثلا آکورد می مینور، میخوام آکورد مثلا سول مینور رو روی باره 3 بگیریم. ببینید شیپ دقیقا همون شیپه، همون ساختاره. ببینید انگشتای 3 و 4 هم که میتونه اینجا هم باشه، همون حالت می مینوره، فقط ما اینجا میایم روی باره 3 و شیپ من دقیقا همون شیپه. ببینید حالت همون حالته و اکثر آکورد های باردار به همین حالته. یا مثلا آکورد لا ماژور، ببینید تبدیل به آکورد های دیگه میشن. نکته دوم، ببینید کلا ما وقتی که میخوایم آکورد بگیریم، چه باردار چه بدون باره، باید حواسمون باشه که این آرنج دست چپمون هی نچسبه به بدنمون، یه حالت آزادی داشته باشه. حالا من خودم خیلی جدا نکردم از بدنم دستمو، ولی یه حالت ریلکسی، حالت آروم، اصلا جدا شده از بدنم، اینجوری چسبیده نباشه آرنجم به بدنم که بتونم راحت آزادانه حرکت بدم دستمو. حالا چرا میگم این نکته رو؟ مثلا من میخوام آکورد می مینور و آکورد سی مینور رو بگیرم، همون شیپ لا مینوره، فقط باره من میفته روی فرت 7 و فرت 2. ببینید شیپ همون شیپ لا مینوره، شیپ لا مینور. و وقتی که میخوام این آکوردا رو بگیریم، اگه آرنج من به بدنم چسبیده باشه، ببینید مجبور میشم گیتار رو تکون بدم. اگه دقت کرده باشین صدای گز هم داد، به خاطر اینکه من آرنجم به بدنم چسبیده بود. پس باید آزادانه خیلی رها دست من قشنگ جدا باشه از بدنم، از آرنج، و بتونه حرکت بکنه. ببینید الان راحت دست من نزدیک میشه به بدنم از آرنج و جدا میشه، اصلا نباید چسبیده باشه به بدنمون. نکته سوم، ببینید ما وقتی که میخوایم یه باره رو نگه داریم با انگشت شماره 1، دقیقا باید انگشتمون عمود به دسته گیتار و صاف باشه، دقیقا انگار که من میخوام نقش این فلز فرت رو بازی کنم که انگار سیم ها رو گرفتم و صدای تمام سیم ها به درستی در بیاد.
و نکته بعدی اینه که شست من هم دقیقاً پشت دسته گیتار صاف، یعنی روبروی همن، هم انگشت شستم هم انگشت اشارم، هر دو روبروی همن و هر دو انگشت موازی و عمود به دسته گیتار هستن. یه نکته دیگه بگم، ببینید ما چرا میگیم انگشتمون کج نباشه؟ ببینید اگه انگشتای من کج باشن و بخوام سیم ها رو بگیرم، صدای سیم های دیگه هم به خوبی در نمیاد. من میخوام تمام سیم ها صداشون در بیاد. پس انگشت اشارم قطعا باید صاف باشه به دسته گیتار، مگر در موارد خاصی که مثلا میخوام شیپ لاماژور رو بگیرم. مثلا ببینید این شیپ، شیپ لاماژوره، من اینجا میارمش و روی فرت پنجم انگشت بارم رو نگه میدارم و بینشون یه فرت هم فاصله است. یه خورده انگشتم یه حالت گرد و هلالی میگیره، ولی اینطوری کج دیگه نمیشه. ببینید صدای سیم ها به خوبی در میاد و توی این موارد خاص این اتفاق میفته و همیشه نیست. مثلا من میخوام شیپ لامینور که تبدیل میشه به آکورد رمینور توی باره پنجم، اینطوری نمیگیرمش. ببینید صدای سیم پنجم در نمیاد که بیس ماه و باید صداش به خوبی در بیاد. پس میام انگشتم رو صاف نگه میدارم به فرت، به خوبی صدای همه سیم ها در میاد. نکته چهارم، ببینید شما برای اینکه بهتر بتونید صدای سیم ها رو همه رو با هم در بیاریم و بتونید باره رو خوب نگه داریم، باید از استخون بیرونی سفتی همین انگشت شماره یکیتون استفاده کنید. از این نرمی داخلش کمتر قرار استفاده بکنید. اگه دقت بکنید جای سیم ها هم بیشتر روی استخون بیرونی من افتاده و انگشت من اینطوری نیست، بیشتر اینطوری میبینید انگشتمو. ببینید اینطوری به حالت داخل نیست، یه حالت بیرونی داره که این قسمت بیرونی بهش اصابت بکنه، اینطوری بهش اصابت بکنه تا اینطوری. چرا حالا میگم اینطوری؟ چون که این قسمت بیرونی محکمتر و سفتر از این قسمت داخلیه و شما باید انگشت خودتون رو خوب بشناسین که کدوم قسمتش صافتره که همون قسمت رو بذارین روی سیم ها. و انگشت هر کس خوب متفاوته، برای برخی انگشتشون خب قسمت داخلش هم ممکنه سفت باشه و بتونن همه سیم ها رو بگیرن، پس همون حالت ثابتش رو نگه میدارن، یه حالت اینطوری داشته باشه، به داخل خیلی نباشه، حالت بیرون و نزدیک این فلز فرت ها. نکته پنجم، ما باید فشاری که به انگشتمون وارد میشه رو تقسیمش کنیم بین ماهیچه‌های دستمون، هم دست چپ هم دست راست. حالا چطوری؟ قبلا توی ویدیوهای دیگه توی این قسمت بهتون کامل توضیح دادم که چطوری این کارو انجام بدین، ولی بازم یه توضیح کوتاه میدم. ببینید ما میتونیم هم با دست راستمون فشار بیاریم، یه حالت الا کلنگی. ببینید من با ساعد دست راستم فشار میارم، با ساعد دست چپ هم فشار میارم. ببینید و نیاز نیست همه فشار رو بذارم روی مچ دستم و این فشار بیشتر باید از طرف شست دستم به دسته گیتار باشه و انگشتم اونطوری بهش فشار نمیاد که خسته بشیم زود و این فشار تقسیم میشه. ببینید هم من به بدنه گیتار فشار میارم، دسته گیتار میره جلو و هم با ساعد دست چپم فشار میارم، دسته گیتار میاد عقب، یه حالت تعادلی میگیره و میتونم راحت‌تر همه فرت‌ها رو با هم نگه دارم. شستم هم باز خودش یه ماهیچه دیگه داره و فشار دیگه میاره به دسته گیتار و انگشت اشاره من، انگشت شماره یکم، اونقدر درد نمیگیره موقع تمرین. نکته شماره 6، ببینید مثلا من میخوام آکورد دومینور رو بگیرم از فرت سوم و شیپمون هم همون لامیناره. من الان کدوم سیما رو گرفتم؟ من سیم 4 رو گرفتم، سیم 3 رو گرفتم، سیم 2 رو گرفتم. پس نیازی نیست فشار من از باره و انگشت من دقیقاً روی این سیم ها باز بیاد. چرا؟ چون الان همین سیم ها با صدای خوبی میدن، فرقی نداره بود و نبود انگشت من. پس میام فشار رو اونطوری تقسیم میکنم که به سیم های دیگه برخورد بکنه این انگشت من، انگشت شماره یکم. مثلا الان سیم یک من اینجا آزاده، پس باید بیام خوب بگیرمش و صدای سیم یکم خوب در بیاد و سیم های دیگه مثل سیم 3، 2 و 4 چون که گرفته شده، نیاز نیست حتما فشار من از طریق این انگشت وارد بشه و بیشتر تمرکز رو میذارم روی گرفتن. مثلا الان اینجا سیم های آزاد من 1، 5 و 6 و قرار نیست همه سیم ها رو دوباره سفت محکم فشار بدم. ببینید میام از این ترفند استفاده میکنیم و این سیم هایی که قبلش گرفته شده و صداشون به خوبی در میاد
دیگه فشار روی اونا نمیذارم. نکته شماره 7 که قراره توی این نکته با هم دیگه یه تمرین خاصی بکنیم و اسم تمرین هم تمرین نیم باره هست. چرا؟ چون که ما به این میگیم باره، به نصفش میگیم نیم باره. و چرا قراره تمرین نیم باره بکنیم؟ چون همون ابتدای کار قرار نیست همه سیم ها رو میگیریم، ساده تر میشه برامون. 3 سیم رو میگیریم و دوباره همون نکات رو رعایت میکنیم، انگشت شست و انگشت شماره 1 روبروی همدیگه عمود به دسته گیتار و صاف هستن و تمرینمون به این صورته. وقتی این تمرین رو انجام دادیم، حالا میتونیم بریم یک سیم بالاتر و به نیم باره ما یه سیم اضافه میشه، مثلا سیم 4، و دوباره همون تمرین رو انجام میدیم. و به همین ترتیب روی سیم 4 که رفتیم و به خوبی تونستیم صدای سیم رو در بیاریم، میریم سراغ یه سیم بالاتر و سیم 5 رو میگیریم. لازم نیست حتما با پیک ضربه بزنیم و دست راستمون کار بکنه، میتونیم همین شیپ و حالتش رو بگیریم و به ترتیب بیایم بالا و سیم ها رو بگیریم و بریم سراغ سیم بعدی. این تمرین یکی از بهترین تمرین ها برای اینه که ما باره خوبی رو بگیریم و صدای خوبی از تمام سیم ها در بیاریم. تمرین کردن به این صورت حتما نیاز به استراحت داره. معمولا 2 تا 5 دقیقه تمرین میکنید و بعدش حتما یه 5 دقیقه استراحت کنید یا بذارید دستتون سرد بشه و دوباره گرم بکنید دستتون رو با این تمرین. نکته شماره 8 که اونم یه تمرین دیگه است، به این صورته که مثلا یه باره مثل 5 یا 7 رو نگه دارید و نیاز نیست همون اول فشار بیارید و تا شروع میکنید به فشار آوردن سعی کنید که شیپ آکورد سر دسته مثلا می مینور رو نگه دارید یا مثلا لامینور رو اینجا نگه دارین که این آکورد با فرت 5 و باره میشه آکورد رمینور. نکته 9، خیلی از من سوال میپرسن که من بعد از چه مدت تمرین میتونم به این برسم که همه آکوردهای باره‌دار رو بتونم به خوبی بگیرم و اجراشون بکنم و صدای خوبی بده، و منم همیشه یه جواب میدم. برای هر کس متفاوته. چرا؟ چون دست هر کس حالتش، ساختارش با کسی دیگه فرق میکنه. اون انعطاف پذیر بودنش، اون سختی و نرمیش، اون مثلا ظریف بودن و کوچیک بودن و بزرگ بودن دست خیلی تأثیر داره و خیلی خیلی مربوطه به اینکه آدم دست خودش رو بشناسه، بدونه کجا مثلا اون نکته که بهتون گفتم، اون استخونه سفتی دست چپشون و انگشت شماره 1 کجاست دقیقاً و کجا میتونن دقیقاً انگشتاشون رو بذارن که این سیم‌ها همه‌شون گرفته باشه و صدای خوبی بده. و این خیلی بستگی داره به دست شما. و نکته 10، نکته آخر، استراحت، استراحت، استراحت. اگه استراحت نکنید زودی گیتار رو میذارید کنار و تموم. مثلا من 20 دقیقه بشینم آکورد باردار بگیرم، قطعاً گیتار رو میذارم کنار و میگم بابا چقدر سخته. نکته اصلی و اساسی همینه. 2 تا 5 دقیقه تمرین کردن آکوردهای باردار در ابتدای کار که تازه میخواید یاد بگیرید کافیه. بعدش حتما باید استراحت بکنید. اگه نکنید بشینید 20 دقیقه 1 ساعت تمرین بکنید، گیتار رو میذارید کنار و دیگه ادامه نمیدید. و حتما استمرار داشته باشین توی تمرین آکوردهای باردار. گرفتن باره و صدای درست گرفتن از اون آکورد یه شبه به دست نمیاد. با یه بار تمرین، دو بار تمرین، یه ماه تمرین به دست نمیاد. آکوردهای باردار باید حتما یه مدت طولانی تمرین بکنی یا خودتون متوجه میشین چقدر راحته، دیگه درد نمیاد انگشتم و میتونم بگیرمش. به خاطر اینه که شما با دست خودتون آشنا شدین، دیگه میدونین چطوری نگه دارین سیما رو و دقیقا دست خودتون این استخونه سفتش رو میشناسین که کجاها بذارین که سیمو خوب نگه داشته باشین و صدای درستی بده سازتون. خب اینم 10 تا نکته اساسی و مهم بود که هر کسی برای گرفتن آکوردهای باردار باید بلدش باشه. اگه از این محتوای آموزش خوشتون اومده میتونید توی کانال سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.